بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردای عزیز، ان شاء الله که جور صحتمند و سر حال باشین. شاگردای عزیز، صنف پنجم مضمون ریاضی ما هست. موضوع درس امروز ما تمرین که به ادامه جلسه قبلی هست، درس ششم و هفتمتان میشه، یعنی مربوط درس ششم و هفتم شما میشه و جلسه چهل میشه، چهلم، صفحه 24تان. خب شاگردای عزیز، صفحه 24 کتابتان باز کنیم. خوب دقت کنید شاگردان عزیز، صفحه 24 کتابتان است. در جلسه قبلی ما دو سوال کار کردیم، مطابق سوالات پیش خود کار کنین، به اساسی که ایره حل کردیم دیگرایش هم حل کنین. حالا میایم در بخش دومش سوالات عبارتی رو در جلسه کار میکنیم. درست صفحه 24 تمرین، بخش سوالات عبارتی شما. شاگردان عزیز دقت کنین، سوال 11 برای ما میگه اگر قیمت 12 دانه قلم 120 افغانی باشد، قیمت 15 دانه قلم چند افغانی هست؟ دقت کنین در سوالات عبارتی شاگردای عزیز، دقت کنین که سوال با دقت بخونین، مفهومش بگیرین. زمانی که شما مفهوم سوال به درستی بگیرین و 50%، یعنی تقریبا 50% از سوال شما با خواندن سوال حل میکنید. درست شده عزیز؟ پس یکانه چیزی که در سوالات عبارتی مهم است ای است که سوال با دقت بخوانین. حالا دوباره میخوانیم، دقت کنین، اگر قیمت 12 دانه قلم 120 افغانی باشه، قیمت 15 دانه قلم چند افغانی هست؟ خب شاگردای عزیز، قیمت 12 دانه قلم بر ما گفته 120 افغانی. پس ما اول کوشش میکنیم که قیمت یک دانه قلم، یعنی قیمت فی قلم پیدا کنیم. پس برای پیدا کردن قیمت یک دانه قلم چی کار میکنیم؟ 120 تقسیم 12 میکنیم. درست است؟ دقت کنین، 120 تقسیم 12 میکنیم. 120 تقسیم 12 تا قیمت یک دانه قلم پیدا کنیم. خب شاگردای عزیز، میبینیم در مقسوم علیه ما در مقسوم داریم 120 و در مقسوم علیه داریم 12. پس دو خانه جدا میکنیم، میشه 12 با 12 مساوی هست. حالا میگیم که چند مرتبه شامل است عدد 12 به 12؟ خب میفهمیم که چند مرتبه؟ یک مرتبه. یک ضرب دو، دو. یک ضرب یک، یک. حالا چی کار میکنیم شاگردای عزیز؟ از همدیگرشان تفریق میکنیم. از دو که دو بره صفر، از یک که یک بره بازم صفر. خب دیگه عدد نداریم شاگردای عزیز، پس چی کار میکنیم؟ عدد صفر اگه پایینم کنیم فایده نداره، مستقیم در خارج قسمت عدد صفر بالا میکنیم. پس عدد ده قیمت یک دانه قلم، قیمت یک قلم پیدا کردیم. قیمت یک قلم هست چند افغانی شاگردای عزیز؟ 10 افغانی. حالا میریم در جز بعدی سوال ما. گفتن قیمت 15 دانه قلم چند افغانی است؟ خب شاگردای عزیز دقت کنین، وقتی که قیمت یک قلم ما 10 افغانی باشه، قیمت 15 دانه قلم به سادگی میتونیم پیدا کنیم. چه رقم؟ فقط با ضرب کردن 10 همراه با 15. دقت کنین، 15 ضرب عدد 10، چون قیمت یک دانه قلم 10 افغانی است. پس 10 ضرب 15 میکنیم، قیمت 15 افغانی، 15 دانه قلم میبره. ضرب کنید شاگردای عزیز. خب 0 ضرب هر عدد مساوی با 0. 0 ضرب 5 0. 0 ضرب 1 0. 1 ضرب 5 5. 1 ضرب 1 1. حالا اعداد با هم دیگرشان جمع میکنیم. 0 خودش، 0 جمع 5 خود 5، پس یکم خودش. حالا پیدا کردیم شاگردای عزیز که قیمت 12 دانه قلم اگر 120 افغانی باشه، پس قیمت 15 دانه قلم ما 150 افغانی است. یعنی ای 150 میشه قیمت 15 دانه، 15 دانه قلم. درست شاگردای عزیز؟ فقط چی کار میکنین؟ 120 تقسیم 12 میکنین که قیمت فی قلم یا قیمت یک قلم برای چند برامد؟ 10 افغانی. حالا درز، یعنی قیمت یک دانه قلم ضرب 15 دانه میکنین که قیمت 15 دانه قلم برای.
پس 10 ضرب 15 کردیم، چند بر آمد؟ 150. یعنی قیمت 15 دانه قلم ما هست 150 افغانی. درست شاگردای عزیز؟ آفرین شاگردا. حالا میریم سوال بعدی ما شاگردای عزیز، سوال 12 ما. سوال 12 چی میگه؟ اگر قیمت یک جریب زمین 350 هزار افغانی باشه، قیمت 106 جریب زمین رو معلوم کنین. دوباره میخوانم، دقت کنین شاگردان عزیز. اگر قیمت یک جریب زمین 350 هزار افغانی باشه، قیمت 106 جریب زمین رو معلوم کنین. در این سوال شاگردان عزیز میبینین که یک جریب زمینمون معلوم است چند است؟ 350 هزار و قیمت 106 خواسته. پس مستقیم برای حلش 106 ضرب 350 هزار میکنیم تا قیمت 106 جریب زمین برایه. درست شاگرد عزیز؟ یعنی وقتی که قیمت یک جریب اینقدر باشه، پس قیمت 106 که ضرب یک جریب قیمت یک جریب کنیم، قیمت 106 جریب خودش میبره. حالا دقت کنید شاگرد عزیز، این سوال در صفحه بعدی کار میکنیم. آفرین شاگرد عزیز. هست که 350 هزار 350 هزار ضرب 106، یعنی قیمت 106 جریب از ما خواسته، پس ضرب میکنیم ضرب 106. ضرب میتونیم شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، 6 که ضرب هر ضرب صفر شد مساوی به صفر میشه. پس یک کار میکنیم شاگرد عزیز، دقت کنین، صفر را هیچ حساب نمیکنیم، 35 ضرب 106 میکنیم، باز در آخر صفر را میگذاریم. این رقم دقت، 106 ضرب 35 در وقت آخر باز صفر را در پهلوی حاصلش میمونیم. 6 ضرب 5 30، سیر صفرش 3 حاصل. 5 ضرب 0 یعنی هر عدد ضرب 0 مساوی به 0، 0 جمع 3 حاصل مساوی میشه عدد 3. 5 ضرب 1 مساوی به 5. حالا مرتبه 10 ها رو میگیریم، ضرب جز اول ضرب میکنیم، 3 ضرب 6 یعنی 1 6 6 2 6 12 3 6 18، 18 رو 8 تش 1 حاصل شاگرد عزیز. 3 ضرب 0 هر دو ضرب 0 مساوی به خود 0، 0 جمع 1 عدد 1. 3 ضرب 1 مساوی میشه عدد 3، یعنی 1 هر دو ضرب 1 مساوی به خود عدد میشه. حالا دقت کنید شاگرد عزیز، این اعداد با هم دیگر جمع میکنیم. 0 خودش، 3 جمع 8 چند میشه شاگرد عزیز؟ 8 تا داری، 3 تا دیگه بالایش علاوه کنیم، 8 9 10 11، پس 11 میشه. 11 را یکش 1 حاصل. 1 جمع 5 6، 6 جمع 1 مساوی میشه به عدد 7. عدد 3 خودش، دقت کنین، از ضرب از حاصل ضرب 35 با 106 عدد 3702 را پیدا کنیم. حالا شاگرد عزیز، ما چند دانه صفر داشتیم؟ 1 2 3 4. پس 4 دانه صفر میاریم، پالی حاصل ما میمونیم 1 2 3 4. پس عدد کدام عدد بعد از آوردیم؟ 37,100,000. درسته شاگرد عزیز؟ 37,100,000. پس میگیم که قیمت 106 جریب زمین چند است؟ 37,106,000. خب شاگرد عزیز، برای امتحان کردنش دقت کنین، برای امتحانش حاصل ما رو میگیریم، حاصل ضرب ما رو تقسیم یک جز ضرب ما میکنیم، باید جز دیگر ضرب حاصل شد. درست شاگرد عزیز؟ آفرین. پس میاییم برای امتحانش اینجا نوشته میکنم شاگرد عزیز، امتحان سی و هفت میلیون و 100,000 تقسیم جز اول ضرب ما 350,000. حالا
خب چند مرتبه شاگردا 300 هست، 3 تقسیم 3 میشه 1، پس 1 مرتبه میزنیم. 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 0 0، 1 5 5، 1 3 3. از 0 که 0 برو شاگردا از 0، از 0 که 0 برو 0، از 0 که 0 برو 0، از 1 که 0 برو، یعنی کمش میکنیم 1. آفرین شاگردا. پس از 7 که 5 برای چند باقی میمونه؟ عدد 2. 21000 از حاصل تفریقشان بعد دست آوردیم 21000. حالا صفر بعدی رو پایین میکنیم، دقت کنیم این صفر رو پایین میکنیم شاگرد عزیز. عدد ما هست 210000 که نسبت به 350000 کوچکتر هست. پس یک صفر بالا میکنیم، صفر بعدی رو پایان میکنیم شاگرد عزیز. حالا 21 تقسیم 3 چند مرتبه؟ 6. 18 گفتی بگیریم 21 باز زیاد میشه. پس چند مرتبه میگیریم؟ 6 مرتبه. 6 ضرب 0 0، 6 ضرب 0 0، 6 ضرب 0 0، 6 ضرب 0 0، 6 ضرب 5 30، 30 ضرب 0 3 حاصل، 6 ضرب 3 18، یعنی 6 به نفسش 3 مرتبه ضرب بزنید. 1 6 6 2 6 12 3 6 18. 18 رو جمع 3 کنید شاگردان، یعنی 3 حاصلتان 18 19 20 21. پس نوشته میکنین عدد 21. حالا با هم دیگر جمع میکنین. 0 جمع 0 0، 0 جمع 0 0، 0 جمع 0 0. خب شاگردان عزیز، در این قسمت دقت کنین، در عملی تقسیم ما گفتیم منفی میکنیم، درست است؟ پس جمع نمیکنیم. اینجا جمع نمیکنیم، فقط تفریق میکنیم. آفرین. یعنی صفر جمع صفر، صفر یک جمع صفر، یک منفی یک صفر و دو منفی دو صفر. حالا میبینه شاگرد عزیز که باقی مانده ما چند شد؟ صفر شد و خارج قسمت ما 106. خب شاگرد عزیز، بعد از امتحان هم پیدا کردیم که عملی ضرب ما کاملا درست است. ای بود از جلسه امروز ما، تا جلسه بعدی خدا حافظ و نگهدارتان، وقت خوش.